کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. من دیده بودم که پدرم به چه ترتیب گاهی به کمک یک قابله می‌رود و به وسیله یک ابزار مخصوص از چوب محکم سدر بچه را در شکم مادر قطعه قطعه می کند و قطعات آن را بیرون می آورد تا اینکه مادر را از مرگ نجات بدهد. ولی با اینکه من بیش از اکثر شاگردان برای ورود به دارالحیات استعداد داشتم، مدت 3 سال مرا در مدرسه مقدماتی معطل کردند. ولی شاگردانی که پدرشان جزء کهنه بزرگ یا نوجوا بودند، پس از چند هفته به دارالحیات منتقل می شدند و کاهنین می گفتند که آمون امر کرده که آنها را به دارالحیات منتقل نماییم. گرچه اوقات ما صرف عبادت و فرا گرفتن روایات مذهبی می شد، ولی باز مقداری وقت باقی می ماند و روحانیون به ما دستور می دادند که کتاب اموات را بنویسیم و بعد آن کتاب ها را در صحن معبد به فروش می رساندند. بعد از 3 سال که من جز اتلاف عمر کاری مؤثر نکردم، به آن عده از شاگردان از جمله من که جز به اشراف نبودیم اطلاع دادند که باید خود را برای رفتن به دارالحیات آماده کنیم. قبل از رفتن به دارالحیات ما باید مدت 1 هفته روزه بگیریم و تمام مدت را در خود معبد بگذرانیم و از آنجا خارج نشویم. در شب آخر باید که خدای آمون خود را بر ما آشکار کند و با ما صحبت نماید و اگر آشکار می نمود و صحبت می کرد، در آن صورت معلوم می شد که ما لایق ورود به دارالحیات هستیم. ولی به طوری که خواهم گفت، تقریبا محال بود که بعد از اینکه مدت 3 سال مغز شاگردان را با افکاری که مربوط به آمون بود پر کردند، در آن شب آمون با آنها صحبت ننماید. فقط من بین شاگردان مستثنا بودم، برای اینکه به اتفاق پدرم بر بالین بیماران حاضر می شدم و مرگ آنها را به چشم خود می دیدم. من از کودکی تا سن 16 سالگی بیش از 50 بیمار را دیده بودم که مقابل چشم من مردند. من در همان موقع با وجود خردسالی متوجه می شدم که هیچ چیز مثل مرگ انسان را متوجه پوچ بودن بعضی از مطالب کاهنان نمی کند. زیرا انسان با دیدگان خود می بیند که بین مرگ یک انسان و یک جانور فرق وجود ندارد. و می فهمد که اگر کاهنین همانطوری که می گویند وکیل و نماینده مختار آمون در روی زمین هستند، جلوی مرگ را می گیرند و لااقل خودشان نمی میرند. انسان وقتی مرگ را می بیند و می فهمد که همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چیز را پوچ می بیند. شاگردان دیگر مثل من به دفعات مرگ را ندیده بودند
و لذا نمی توانستند مثل من راجع به روایات کاهنان فکر کنند. باری بعد از اینکه یک هفته در معبد به سر بردیم و روزه گرفتیم، در روز هفتم موهای سر ما را ستردند، ما را در استخر بزرگ معبد شستند، بعد یک لباس خشن که لباس رسمی دارالحیات بود بر ما پوشانیدند. هنگام غروب وقتی آمون در قفای تپه‌های غربی ناپدید شد، نگهبانان در بوق‌ها دمیدند و درهای معبد بسته شد. آن وقت یکی از کاهنین که آنقدر نوشیده بود که نمیتوانست به طور عادی راه برود به ما گفت بیایید. توضیح حاشیه: آمون در اینجا مقصود از خورشید است که در این حال خدای بزرگ مصر هم بود. مترجم. ادامه متن: ما به راهنمایی کاهن مزبور از یک دالان طولانی عبور کردیم و او دری را گشود و ما را وارد اتاقی وسیع که یک فرش داشت کرد و من دیدم که اتاق مزبور تاریک است، ولی در صدر اتاق پرده ای آویختن که قدری نور از پشت پرده به این طرف میتابد. تا آن موقع من وارد اتاق مزبور نشده بودم، ولی میفهمیدم که آنجا اتاق آمون میباشد. کاهن پرده مزبور را عقب زد و آن وقت برای اولین مرتبه چشم من به خدای آمون که شبیه به انسان بود افتاد و چون جوان بودم و اعتقاد به خدای آمون داشتم بدنم لرزید. من دیدم که آمون لباس در بر دارد و چراغ‌هایی که اطراف او نهادند زر و سنگ‌های گرانبهای سر و گردن او را می‌درخشاند. کاهن گفت شما باید امشب در اینجا تا صبح بیدار باشید و عبادت کنید که شاید خدای آمون با شما صحبت نماید و اگر صحبت کرد دلیل بر این است که شما را برای ورود به دارالحیات لایق می‌داند و هرگاه لایق ورود به دارالحیات شدید فردا صبح به اتفاق من آمون را شستشو خواهید کرد و لباس او را عوض خواهید نمود و آنگاه به دارالحیات می روید. بعد از این سخنان کاهن مزبور پرده را مقابل آمون کشید و بدون اینکه دست‌ها را روی زانو بگذارد و سر فرود بیاورد از اتاق خارج شد و در را بست. به محض اینکه کاهن از اتاق خارج شد، شاگردهایی که از نظر سن بزرگتر از من بودند شروع به صحبت و خنده کردند و از جیب خود گوشت و نان بیرون آورده و به خوردن مشغول شدند. یکی از آنها هم بیرون رفت. بعد شاگردان گفتند که او به اتاق کاهن می رود که در آنجا غذا بخورد و شب را نیز آنجا خواهد خوابید، زیرا نمی تواند اینجا روی سنگ بخوابد. ولی من روزه داشتم و حاضر نشدم که از غذای دیگران بخورم و خوردن غذا را در حالی که آمون در پس پرده است کفر می دانستم. جوانان دیگر بعد از غذا خوردن به بازی با استخوان، مقصود قاب بازی است، مشغول شدند و آنگاه هر یک از آنها روی سنگ‌های مسطح و صیقلی کف اتاق دراز کشیدند و به خواب رفتند. ولی من نمی‌توانستم بخوابم و دائم در فکر آمون بودم. اوراد مذهبی خودمان را می‌خواندم و گوش فرا می‌دادم چه موقع صدای آمون را خواهم شنید. تا اینکه سپیده صبح دمید، ولی من صدای آمون را نشنیدم. نزدیک طلوع فجر به طرزی مبهم حس کردم که پرده‌ای که مقابل آمون بود قدری تکان خورد. در بامداد نگهبانان معبد بوق زدند و درها باز شد و مردم وارد معبد گردیدند. من صدای آنها را مثل همهمه امواج دریا که از دور به گوش برسد می شنیدم. وقتی آفتاب طلوع کرد، کاهن به اتفاق همان جوان که شب رفته بود در بستری راحت بخوابد وارد اتاق گردید و من از قیافه هر دوی آنها فهمیدم که شراب نوشیدند. کاهن خطاب به ما گفت ای کسانی که آرزو دارید وارد دارالحیات شوید، آیا دیشب بیدار بودید و عبادت کردید؟ ما به یک صدا گفتیم بله کاهن. گفت آیا آمون با شما صحبت کرد و صدای او را شنیدید؟ قدری سکوت برقرار گردید و بعد یکی از شاگردان به نام موسی گفت بله
او با ما صحبت نمود. سایر شاگردان هم این حرف را تکرار نمودند، ولی من چیزی نگفتم، برای اینکه آمون با من صحبت نکرده بود و حیرت می نمودم چگونه دیگران جرأت می کنند دروغ بگویند. جوانی که شب به اتاق کاهن رفته آنجا خوابیده بود، با وقاحتی حیرت آور گفت آمون بر من هم آشکار شد و اسراری را به من گفت و تأکید کرد که به هیچ کس بروز ندهم. و من از شنیدن صدای آرام و با محبت او لذت می بردم. موسی گفت وقتی من آمون را دیدم او دست روی سرم گذاشت و گفت ای موسی، من به تو و خانوادت برکت می دهم و تو روز یکی از اتباعی معروف مصر خواهی شد. بعد از موسی یکایک شاگردان داستانی راجع به این که آمون را دیدند و وی با آنها صحبت کرد جل نمودند تا اینکه نوبت به من رسید. کاهن گفت سینوهه، آیا تو آمون را دیدی و او با تو صحبت کرد؟ گفتم نه، من نه او را دیدم و نه صدایش را شنیدم و فقط نزدیک صبح حس کردم که قدری پرده تکان می خورد. کاهن نگاهی تند به من انداخت و سکوت برقرار شد. یکی از جوانها که از بعد به ورود به مدرسه با من دوست شده بود، دست کاهن را گرفت و او را کناری برد و بعد آهسته با وی صحبت کرد. و وقتی آن سه نفر مراجعت کردند، کاهن با لحن خشمالود گفت سینوهه، چون در عقیده صمیمی و پاک تو هیچ تردیدی وجود ندارد، ممکن است آمون با تو صحبت کند. و آنگاه به اشاره وی همان جوان پرده را عقب زد و من رو مقابل مجسمه آمون برد و وادارم کرد که طبق معمول سر بر زمین بگذارم و به همان حال گذاشت. یک مرتبه صدایی در اتاق پیچید و خطاب به من گفت سینوهه، سینوهه، من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم ولی تو که تنبل هستی خوابیده بودی. من سر را بلند کردم و متوجه شدم که صدا از دهان آمون خارج می شود و بعد همان صدا گفت سینوهه، من آمون هستم و به جرم غفلتی که دیشب کردی می باید تو را در کام خدای بل کننده بیاندازم، ولی چون می دانم که به من اعتقاد داری این مرتبه تو را می بخشم. و من دیگر متوجه نشدم که آن صدا چه گفت، زیرا فهمیدم صدای مزبور که من تصور می‌کردم صدای آمون می‌باشد غیر از صدای همان کاهن نیست و از استنباط این موضوع یک حال نفرت و خشم و عبرت شدید به من دست داد، تا اینکه کاهن آمد و مرا از زمین بلند کرد و گفت بیا و در شستشو و تجدید لباس که برای آمون است شرکت کن. من درست نمی‌دانم چگونه برای شستن و خشک کردن و تجدید لباس مجسمه آمون با دیگران کمک کردم، زیرا حواسم پریشان شده بود و حس می نمودم که یک ضربت بزرگ و غیر قابل جبران به اعتقاد من وارد آمده است. آن روز روغن مقدس بر سر من و دیگران مالیدند و یک پاپیروس کاغذ مصری به من دادند که حکم ورود من به دارالحیات بود و وقتی تشریفات ورود من به دارالحیات در آن روز خاتمه یافت و من از معبد خارج گردیدم که به خانه بروم، از فرط نفرت و تأثر دچار تهوع شدم. چهارم، تحصیل در دارالحیات. استادان مدرسه طبی دارالحیات پزشکان سلطنتی بودند
و کمتر در دارالحیات حضور به هم می رسانیدند. برای اینکه بیماران توانگر به آنها مراجعه می کردند و اوقات آنها طوری صرف مداوای بیماران می گردید که فرصتی برای حضور در دارالحیات باقی نمی ماند. ولی گاهی از اوقات که اطبای عادی از عهده مداوای بیماران بر نمی آمدند، از اطبای مزبور درخواست می کردند که به دارالحیات بیایند و بیماران را مداوا کنند. بدین ترتیب در شهر طبس بی‌بضاعت‌ترین بیماران در صورتی که اطبای دیگر نمی توانستند آنها را معالجه کنند، از علم و تجربه یک پزشک سلطنتی استفاده می کردند. با اینکه در طبس فقیرترین اشخاص می توانستند وارد دارالحیات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگیرند، من آرزو نمی کردم که به جای آنها باشم و از درمان مجانی استفاده کنم. برای اینکه اطبای جوان و محصلین دارالحیات انواع داروهای جدید را در مورد این بیماران فقیر به کار می بردند که بدانند اثر دارو چیست. همچنین وقتی می‌خواستند که یک مجروح را مورد عمل جراحی قرار بدهند یا جمجمه یک نفر را بشکافند یا شکم بیمار دیگری را باز کنند، بدون توسل به داروهایی که درد را از بین می‌برد مبادرت به این عملیات می‌نمودند. آن داروها گران تمام می‌شد و فقرا قوه خریداری دارو را نداشتند و دارالحیات هم داروهای مزبور را در دسترس بیماران نمی گذاشت. گاهی که انسان وارد دارالحیات می شد، فریادهای جگرخراش مجروحین را که تحت عمل جراحی بودند می شنید. دوره تحصیلات مدرسه دارالحیات طولانی بود، زیرا محصل علاوه بر فرا گرفتن علم طب و فنون شکافتن سر و شکم، و معالجه ریه و کبد و کلیه و مثانه و امراض زنها و امراض مربوط به زایمان می باید اثر تمام داروها را بداند و اطلاع داشته باشد چگونه دواهای مزبور را از گیاهان به دست می آورند و چه موقع باید گیاه را چید و چگونه آن را خشک کرد. محصل مدرسه یه دارالحیات باید بداند که هر گیاه طبی در کجاست، چه فصل چیده می شود، در نظر اول خود گیاه را و بعد خشک شده آن را بشناسد. مثلا 30 نوع ریشه گیاه طبی را مخلوط می کردند و مقابل محصل می گذاشتند و می گفتند این ریشه ها را از هم جدا کنید. من به شما اطمینان می دهم که گاهی اطبای سلطنتی هم راجع به ریشه گیاه ها اشتباه می کردند، زیرا ریشه بعضی از گیاه ها طوری به هم شبیه است که نمی توان آنها را تمیز داد. در این گونه مواقع وسیله شناسایی ریشه های گیاه های طبی این است که طبیب ریشه گیاه را در دهان قرار بدهد و بجود و از روی طعم آن بفهمد که از چه گیاهی. بعضی از اطبای سلطنتی بر اثر سالخوردگی دندان نداشتند و مجبور بودند که ریشه گیاه را بکوبند و وقتی خوب نرم شد آن را به دهان ببرند و از روی طعم ریشه بگویند که از کدام گیاه است. در دارالحیات مشکل‌ترین موضوع‌های تحصیل عبارت بود از اینکه ما بتوانیم به وسیله انگشتان و چشمای خود رد بیماری را احساس کنیم و بدانیم کجای بیمار درد می کند و درد مزبور ناشی از کدام بیماری می باشد. من عقیده دارم که یک طبیب پزشک واقعی نیست، مگر هنگامی که چشم به چشم و صورت بیمار بدوزد و بتواند از چشم ها و صورت او پی به مرض ببرد و هنگامی که انگشت ها را روی بدن بیمار می کشد درد او را احساس نماید. به همین جهت در بین محصلینی که وارد دارالحیات می شدند، جز چند نفر از آنها بقیه طبیب واقعی نبودند، بلکه پزشک ظاهری به شمار می آمدند. حتی اگر طبیب سلطنتی هم می شدند، باز فاقد شم شناسایی امراض بودند.
در دارالحیات دو نوع امراض مورد مطالعه قرار می گرفت. یکی بیماری هایی که ناشی از جسم است و این بیماری ها بر اثر غذای پخته و پیری تولید می شود. دوم بیماری های ناشی از روح، زیرا روح مولد بیماری می شود و برای اینکه تولید بیماری کند این وظیفه را به ارواح کوچک می سپارد و ارواح مزبور آنقدر کوچک هستند که صدها هزار از آنها را می توان روی وسعتی به قدر ناخن جا داد، ولی هر یک از آنها به تنهایی می توانند مسبب یک بیماری شوند. ما در دارالحیات می باید بدانیم چگونه دردها را به وسیله دواهای مسکن تسکین می دهند و چه باید کرد که وقتی سر یا شکم یک نفر را می شکافند او احساس درد نکند. ما می باید بدانیم چگونه باید بعضی از دردها را افزایش داد، زیرا بعضی از امراض را نمی توان معالجه کرد مگر به وسیله افزایش درد. یکی از رشته های تحصیلی این است که چگونه ما یک مرض را به وسیله ایجاد یک مرض دیگر معالجه نماییم. بدین طریق که یک مرض خطرناک را به وسیله ایجاد یک بیماری بی خطر درمان می کردیم و بعد مرض بدون خطر را با سهولت معالجه می نمودیم. ما باید بفهمیم که کدام قسمت از اظهارات بیمار حقیقی و کدام قسمت غیر واقعی، یعنی ناشی از تصور و تخیل اوست. زیرا بیمار مثل موجودی که گرفتار ارواح موذی شده دچار خیالات و تصورات وحشت‌آور می شود و دردهای واهی در کالبدش به وجود می آید و دردهای مزبور را با دردهای واقعی اشتباه می نماید. آن وقت اظهارات او طبیب را دچار اشتباه می نماید و از روی سهو مبادرت به معالجه می کند و مریض را می میراند. وقتی من در دارالحیات بودم به این حقیقت پی بردم که مسئله استعداد در تربیت پزشک بسیار اهمیت دارد. من متوجه شدم آنقدر که استعداد در تربیت پزشک اهمیت دارد، تحصیلات دارای اهمیت نیست. زیرا اگر محصل دارای استعداد نباشد، دارالحیات که بزرگترین مدرسه طبی جهان است، نمیتواند او را یک طبیب واقعی کند. کسی که وارد دارالحیات میشود، باید عاشق طب باشد و حاضر شود که در راه این علم همه چیز خود را فدا کند و در درجه اول باید استراحت خیش را فدا نماید. من در دارالحیات فهمیدم که موضوع اعتماد بیمار نسبت به طبیب از لحاظ معالجه بسیار مهم است و بیمار باید ایمان داشته باشد که طبیب معالجه او حاذق و بصیر و مسئول از اشتباه است. به همین جهت پزشک نباید اشتباه کند، چون اگر اشتباه کند اعتماد بیماران از او سلب می شود و هر دوایی که این طبیب برای ناخوش‌ها تجویز نماید بدون اثر است. من هنگام تحصیل در دارالحیات فهمیدم که معنای این جمله که اطباء دست جمعی بیماران خود را دفن می کنند چیست؟ زیرا در خانه‌های اغنیا که چند طبیب برای معالجه بیمار احضار می‌شوند، وقتی طبیب دوم و سوم می‌آیند و مشاهده می‌کنند که طبیب اول اشتباه کرده، اشتباه او را بروز نمی‌دهند تا اینکه اعتماد مردم نسبت به اطباء متزلزل نشود. اطبایی که به منزل اغنیا می‌روند، طبیب سلطنتی هستند. و وقتی که مردم بفهمند یک طبیب سلطنتی اشتباه کرده، اعتماد آنها نسبت به تمام اطباء متزلزل می شود. عمده این است که مردم هرگز پی به اشتباه یک طبیب نبرند، چون اگر بدانند که یک طبیب اشتباه کرده، فکر می کنند که هر طبیبی ممکن است اشتباه نماید. این است که هر طبیب دقت دارد که اشتباه طبیب دیگر را مسکوت بگذارد تا اینکه مردم نسبت به خود او بی ایمان نشوند و لذا می گویند که اطباء دست جمعی بیماران را دفن می کنند.
در دارالحیات گرچه مستخدم هست، ولی مستخدمین مزبور کار نمی کنند، زیرا در آنجا تمام کارها بر عهده محصلین تازه وارد است. جوانی که برای تحصیل وارد دارالحیات می شود از پست‌ترین مستخدمین جزء پست‌تر می باشد و بدترین و کثیف‌ترین کارها را به او رجوع می نمایند. فقط فرزندان اشراف و کاهنین بزرگ به مناسبت اینکه ثروت دارند مستثنا می باشند، ولی آنها هم کارهای خود را محول به محصلین کم بضاعت می نمایند. در نتیجه یک محصل کم بضاعت هم خدمتگزار دارالحیات می شود و هم خدمتگزار توانگر. قبل از اینکه تحقیقات طبی در دارالحیات شروع شود، باید شاگرد از فن نظافت مستحضر گردد و این حقیقت در مغز او فرو برود که هرگز در هیچ مورد نباید یک کارد سنگی یا فلزی را به کار برد مگر اینکه قبلا در آتش نهاده باشند. هرگز نباید پارچه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد مگر اینکه بدون آن را در آبی که در آن شوره ریختند بجوشانند. تمام ابزارهای چوبی که نمیتوان آنها را در آتش قرار داد، برای هر دفعه که مورد استعمال قرار میگیرد باید جوشانیده شود. موضوع نهادن کارت‌های سنگی و فلزی در آتش و جوشانیدن پارچه‌ها در آب که مخلوط با شوره است، طوری حواس مرا پریشان کرده بود که نیمه شب از وحشت از خواب می‌جستم و تصور می‌کردم که کاردی را بدون قرار دادن در آتش مورد استفاده قرار دادم. من در خصوص این مسائل که در تمام کتاب‌های طبی نوشته شده زیاد صحبت نمی‌کنم، برای اینکه هر کس یک کتاب طبی بخواند میتواند به این نکات پی ببرد، بلکه راجع به چیزهایی صحبت خواهم کرد که هنوز در هیچ کتاب طبی نوشته نشده و ممکن است که در آینده هم نوشته نشود. دارالحیات دارای لباس مخصوصی بود که ما وقتی وارد آن شدیم لباس مزبور را پوشیدیم. این لباس هم مثل تمام چیزهایی که در دارالحیات به کار می رفت در آب مخلوط با شوره جوشانیده می شد. تمام محصلین در آنجا یک شکل لباس می پوشیدند، ولی گردنبند آنها فرق داشت و هر قدر محصل در تحصیلات خود جلو می رفت گردنبندی دیگر از گردن می آویخت. من به جایی رسیده بودم که می توانستم دندانهای مردان نیرومند را بیرون بیاورم و دمل‌ها را بشکافم و جراحات آن را خارج کنم. استخوان‌های اعضای شکسته را طوری کنار هم قرار بدهم که جوش بخورد و فرق با استخوان سالم نداشته باشد. به طریق خوبی می توانستم اجساد را مومیایی کنم، زیرا مومیایی کردن اجساد نزد ما یک عمل طبی نیست، بلکه افراد عادی هم که سواد ندارند می توانند به دستور یک پزشک جسدی را مومیایی کنند. من از هیچ زحمت سختی روگردان نبودم، برای اینکه طب را دوست می داشتم و لذا داوطلبانه هنگام اعمال جراحی در مورد بیماران غیر قابل علاج کثیف‌ترین کارها را تقبل می نمودم تا ببینم که پزشکان سلطنتی چگونه بیماران غیر قابل علاج را که از هر 10 نفر آنها 9 نفر می میرند مورد معالجه قرار می دهند. پزشکان سلطنتی برای درمان بیماران غیر قابل علاج طوری معالجه می کردند که تمساح را هم نمی توان آنطور بدون ملاحظه مورد مداوا قرار داد و من خوب می فهمیدم که مردم بی جهت از مرگ می ترسند، زیرا خود مرگ ترس ندارد، بلکه برای بسیاری از اشخاص موهبتی بزرگ شبیه به موهبت دیدار خدای آمون است. این بیماران غیر قابل علاج تا روزی که زنده بودند دائم از درد بر خود می پیچیدند، ولی وقتی می مردند در قیافه آنها حال آرامش و آسایش پدیدار می شد، به طوری که هر کس آنها را می دید می فهمید که آسوده شدند. در حالی که من جهت فرا گرفتن فنون طب زیر دست اطبای سلطنتی بیماران غیر قابل علاج را معالجه می کردم و ناگهان اعجازی شبیه به آن اعجاز که در مدرسه ظهور کرده بود بر من ظاهر شد و در روح من این فکر به وجود آمد: برای چه؟
من تا آن موقع به فکر برای چه نیفتاده بودم و در آن وقت متوجه گردیدم که برای چه کلید حقیقی تمام اسرار است و اگر کسی بتواند به خود بگوید برای چه و جواب این سوال را از روی صمیمیت پیدا کند، میتواند به تمام اسرار پی ببرد و علت این که من توانستم متوجه شوم که برای چه وجود دارد از این قرار است. یک روز زنی 40 ساله که تا آن موقع فرزند نزاییده بود به دارالحیات آمد و وحشت زده گفت که نظم ماهیانه او قطع شده و چون به 40 سالگی رسیده دیگر بچه نخواهد زایید و سوال کرد که آیا قطع قاعده زنانگی او ناشی از سالخوردگی می باشد یا اینکه یک روح موذی در بدنش جا گرفته است. من به زن گفتم که طبق کتاب عمل خواهم کرد تا بدانم قطع قاعده زنانگی تو ناشی از آبستن شدن هست یا نه، ولی تو بعد از این باید هر روز به اینجا بیایی و هر دفعه هنگامی وارد دارالحیات شوی که بتوانی ادرار خود را به ما بدهی. زن پرسید شما ادرار مرا چه خواهید کرد؟ من گفتم با ادرار تو گندم خواهیم رویانید. بعد همانطور که در کتاب نوشتند من 2 پیمانه کوچک گندم را مقابل آفتاب در زمین کاشتم و روی یکی از آنها آب معمولی ریختم و روی زمین دیگر ادرار آن زن را پاشیدم. نشانی های دقیقی گذاشتم که 2 مزرعه را با هم اشتباه نکنم. از آن پس هر روز آن 2 مزرعه کوچک را یکی با آب معمولی و دیگری با ادرار آن زن آبیاری کردم. پس از چند روز مزرعه‌ای که با ادرار آن زن آبیاری می‌شد قوت گرفت و ساقه‌های گندم قوی گردید، در صورتی که گندم‌های مزرعه دیگر ضعیف بود و من به زن گفتم خوشوقت باش زیرا قطع قاعده زنانگی تو ناشی از سالخوردگی نیست بلکه آمون نسبت به تو بذل توجه کرده و تو را باردار نموده است. زن از این بشارت به گریه در آمد و یک حلقه نقره به وزن 2 دنیه به من داد. توضیح حاشیه: دنیه یا دین قدری کمتر از 1 گرم یعنی 900 میلی گرم است و گویا همین کلمه می باشد که در اثار بعد دینار گردید. مترجم ادامه متن: آن زن بدبخت امید فرزند دار شدن را از دست داده بود و فکر می نمود که هرگز باردار نخواهد گردید. بعد از من سوال کرد که آیا فرزند من پسر خواهد بود یا دختر؟